علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای صدرزاده. این حملات موشکی سپاه به پاکستان و عراق چقدر در بالا بردن تنش حالا در منطقه موثره؟ موثر هست، بسیار بسیار هم موثره، ولی ظاهرا چنین به نظر میرسه که هنوز در حد نمایشی باقی مونده، چون هدفهایی رو که همطور شما گفتید مورد اصابت قرار گرفته بیشتر غیر نظامیان بودن، کودکان بودن. نه جنبش العدل رو، به اصطلاح گروه العدل رو بهش تونسته هم درست ضرر وارد کنه، نه به داعش، و بعدم به دو جا حمله کرده با یک عنوان، یعنی به جنبش العدل، به جیش العدل حمله کرده و به ادلیب سوریه، که دو تا هدف متفاوته ولی برای یک قصد واحدیه و اونم انتقام از اون چیزی که در کرمان اتفاق افتاده. ولی در جمع همونطور که گفتم محتاطانه و نمایشی هست، چون به هر حال آقای امیر عبداللهیان در داووس قبل از این حمله با وزیر امور خارجه پاکستان ملاقات داشته. ایران و پاکستان با همدیگه پیمان امنیتی دارن. خبرگزاری فارس دیروز گزارش داد که ایران و پاکستان، ارتش ایران و پاکستان قصد دارن با همدیگه مانور مشترک در تنگه هرمز برقرار کنن. بنابراین با توجه به این سطح رابطه‌ای که وجود داره بین ایران و پاکستان، این جمهوری اسلامی هم حساب می‌کرده که عکس العمل پاکستان هم زیاد به اصطلاح تند نخواهد بود. فعلا قناعت کرده به همین مسئله دیپلمات‌ها، چون اون چیزی که وزارت امور خارجه پاکستان گفته غیر قابل قبوله. یعنی در حقیقت پاکستان هم یک جوری فهمیده که جمهوری اسلامی در یک وضعی است که نیاز داره به یک اقدام نمایشی و احتمالاً اجازه داده که این کار نمایشی رو هم انجام بده، یا پذیرفته یا که این کار نمایشی هم انجام شده. زیاد نمیخواد وارد تنش با جمهوری اسلامی بشه، چون خود اون منطقه بلوچستان پاکستان هم برای خود دولت پاکستان هم یه مقدار دردسرساز هست. اینه که زیادم به اونم اهمیت نمیده. سپاسگزارم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه ما بود.